گوناس تیوی رو ما بارها در رستاخیز معرفی کردیم، یک شبکه پان ترکیستی که دشمن مردم ایرانه و در راستای اهداف جمهوری اسلامی ابری عربی، موساد، MI6 و CIA کار میکنه. و میگه که خیلی جالبه، یک کشوری که هنوز یک کشور چند هزار ساله که هنوز مردمش سر پان این کشور وجود داره، خطاب به آقای سعید شمس میگه ادعای ارضی علیه ما رو متوقف کنید. اگر کسی ندونه گمان میکنه اینا از دو تا کشور مختلف نشستن اونجا، دارن در یک شبکه‌ای که زبانش پارسیه دارن با همدیگه مشکل سنگ وا میکنن که ادعای ارضی علیه ما رو متوقف کنید. شگفتا، نگید که ارومیه کردستانه، نقده کردستانه، اینا آسی میکنه مردم رو، آذری ها رو. خب مجری هم که اینجا باز هم میگم نقش محلل رو داره، به اینا میگه که شما همرزم بودین، با هم دیگه همرزم بودید، منظورش در حزب تروریستی، گروهک تروریستی فدایان خلقه، و اکنون در دو کمپ مختلفید. رزمی هم پاسخ میده که نه، ما در دفاع از دموکراسی در یک کمپی. مسئله ای که خیلی مهمه دقت بکنید، میگه که شمس اشاره میکنه به این که در استان آذربایجان، ما اصلا استانی به نام آذربایجان نداریم آقای شمس، ما یه بخشایی داریم که همیهنان آذری نشین ما زندگی میکنن، بهش میگیم بخشای آذری نشین. ما سه تا اسما جایی به نام آذربایجان در ایران نداریم، یه آذربایجان غربی داریم، یه آذربایجان شرقی داریم، یه استان اردبیل داریم که همیهنان گرامی آذری ما هستن و در همه ایران پخشن، در همه ایران، در ما در شهر مشهد همیهنان آذری زیاد داریم، در استان پارس، در شهر شیراز، در اصفهان، در خوزستان هم ما همیهنان آذری داریم. این تقسیم بندی ها یعنی چی؟ آذربایجان یا همون آذرآبادگان یا آذربایگان یا آتورپاتگان که اینا همه با هم همریشن، در گذر زمان این نام ها دگرگون شدن، اینا هم یک نام ایرانی است. و اون نامی هم که روی شماره رود ارس گذاشتن گفتیم که ریشش کجاست، و اون نام جعلی است که نام به درستش جمهوری اران است، یا میتونیم همچنین بگیم ایران شمالی. و دقت بکنید به این واژگانی که در این برنامه به کار رفته. ببینید، میگوید که الان هم گروه هایی هستند که احزاب ملل غیر فارس در آنها هستند که در رأسش کردها هستند. باز هم میگم به این واژگان ملت، ملیت، اتنیک واقعا دقت بکنید. ببینید، شمس هم میگه که دوستان توجه نمی کنند که در استان آذربایجان، که همچین استانی هم ما نداریم، آذربایجان شرقی داریم و آذربایجان غربی، یک ولایت مکری هم بوده، ساوچ بلاغ نامش ترکیه. ببینید، یعنی شما تاریخ چند هزار ساله ایران رو با این پیشینه که در نه تنها در خود ایران از سوی بسیاری از همیهنان ما، برای بسیاری از همیهنان ما شناخته شده است، بلکه در سطح جهان ایران رو میشناسن، ریشه های ما رو میشناسن، تاریخ ما رو میشناسن، در بسیاری از دانشگاه ایران شناسی که بخشی از شرق شناسی است آموزش داده میشه همیهنان گرامی. بعد آقا میگه ما ولایت مکریه داشتیم. خب وقتی میگوییم که اینها بسیاریشون یا پسمانده های همان خانهای ستمگری هستند که رضا شاه بزرگ لفت و لیس های اینا رو بساتش رو جمع کرد، خانهایی که در برخی از جاها پوزش میخوام این رو میگم، در برخی از جاها بکارت عروس رو میزد بر میداشتن و بعد، یعنی خان بهشون دست درازی میکرد و بعد تحویل داماد میدادن، اینها از همون تفکر میان که برخی از این خانها 100 تا 200 تا 300 تا ما خان در ایران داشتیم که بیش از 1000 تا روستا داشته است. اینها دلشون برای همچین محیطی تنگ شده است که کشاورز بیچاره بکارد و بخش قابل توجهش رو به این به بچه ها و این خانزاده ها بدهد. مجری میگه، این آقای محلل میگه که اگر فعالین دموکراسی خواه ترک و کرد نمیتونن دیالوگ داشته باشن، این چه پیامی به هواداران در داخل میده؟ چون هموقم بی بی سی اینه که این افرادی که به عنوان سران این جریان های راسیستی تجزیه طلبانه شناخته میشن بتونن با هم کنار بیان که یه الگویی بشن برای از اون مزدوران 200 دلاریشون که در درون ایران دارن فعالیت میکنن
زیر چتر پشتیبانی یا حمایتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. رزمی میگه تا زمانی که مردم در منطقه نمیتونن، ببینید دقت بکنید خواهش میکنم، تا زمانی که مردم در منطقه نمیتونن با هم در صلح زندگی بکنن، رفتن ما به این جهت منظورش اینه که به صلح و صفا رسیدن با هم دیگه تقابل پیدا میکنه. نه آقای رزمی، مردم باز هم میگن مشکلی با هم دیگه ندارن، مشکل مردم ایران پوزش میخوان، انگل هایی مثل شمان، دار و دسته های شمان، گروه های شمان، کتاب هایی که می نویسید، کارهای تروریستی که انجام میدید، لجن پراکنی هایی که در شبکه های رادیو تلویزیونی کشورهای دیگه میرید و پنبه ملت ایران رو میزنید، مشکل مردم ایران و حتی مردم نقده، مشکل شمایید آقای رزمی. خب میگه که مردم با هم همزیستی دارن، میخواد بگه که یعنی شما هم به خاطر مردم به توافق برسید. رزمی خیلی جالبه میگه که 4 سال در دفتر حزب دموکرات در پاریس رفت آمد داشتم. یعنی این نشون میده که اینها سالها با هم در رفت آمد و مذاکره و گفتگو بودن، ولی به این نتیجه رسیدیم که توافقات نهایتا اجرایی نمیشه چون طرف مقابل نمیخواد که اجرایی بشه. خب دقت بکنید، داریوش کریمی میگه احزاب باید کاری کنن که حداقل در سطح احزاب همکاری تخریب نشه. یعنی باز هم میگم دقت کنین، دغدغه مجری که مأمور MI6 اینه که آقا حداقل ظاهر رو حفظ کنید، بشینید با هم گفتگو بکنید، با هم کمی در بر سر بعضی از موضوعها با هم کنار بیاید که هواداران شما دست کم از شما الگو برداری بکنن و یک نهاد پلشت و پلیدی مثل MI6 یا MI6 هم بیشتر روی شما حساب باز بکنه که شما پانتورکا لاغل میتونید با هم همکاری کنید برای به آشوب کشیدن شمال و شمال غرب ایران و غرب ایران. شمس پاسخ میده دقت بکنید، این نقش شبکه های اجتماعیه و کامنت گذاری میشه، منظورشون که باعث اختلاف میشه. ما این مسائل ارضی رو با قانون و حمایت سازمان ملل میشه حل کرد به کمک متخصصین و تاریخ دانان. دقت بکنید چه نقشه ای برای ملت ایران کشیدن هم میهنان گرامی. اینها یکی از دلایلی که برخی از نهادهای بین المللی یه جایی مثل سازمان ملل میتونه دخالت بکنه و برخی از کشورها حتی به این بهانه لشکرکشی میکنن، مسئله درگیری های تباری و زبانی و قومی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اینها دارن برای کی برنامه ریزی میکنن، من این رو به شما بگم، جمهوری اسلامی ابری عربی وقتی که فرو پاشیده بشه در همون روزهای دوران گذار، اینها احتمال بسیار زیاد در برخی از استانهای ایران بر پایه دستورهایی که بهشون داده میشه آغاز به کشتار همدیگر خواهند کرد. در پس روی دادن این کشتارها و نبودن یک دولت مرکزی تا همون چند روزی که بلبشوس در خاک ما، اینها میخوان دست به این کشتارها بزنن، دست به این درگیریها بزنن و دو هدف رو دنبال میکنن. یک، یا اینها باید بتونن با هم دیگه به توافق برسن، ایران رو تکه پاره بکنن، یا بر پایه اگر ببینن که نه اینا زیاد بیل مزن، یعنی عقل درست حسابی ندارن، با هم دیگه به دستور MI6 یا MI6 با هم کنار نمیان، اینا رو بهشون برنامه میدن، اینا دست به کشتار هم دیگه میزنن، تبارکشی و نژادکشی به راه خواهند انداخت و پای سازمانهای بین المللی و برخی از کشورها رو به ایران باز بکنن و اونجاست که همون مانند همون چیزی که در عراق درست کردن، 3 منطقه و بخش‌های کردنشین حالت خودمختار و خودگردان بش دادن، همون پروژه رو در ایران پیاده بکنن. یعنی شما در هر دو صورتش تا اونجایی که باز هم میگم این موساد و CIA و MI6 یا MI6 بتونن، اینها رو تلاش میخوان بکنن، اینها رو با هم دیگه دستشون رو بذارن تو دست هم دیگه. اگرم نشود که از دید من ایشون این خیلی مهمه، دقت کنید، پروژه دوم رو میخوان اجرا کنن. حالا ما چطور میتونیم این رو هم میهنان گرامی خونسا بکنیم؟ تنها راهش همبستگی همه ایرانیان در سرتاسر ایرانه. چرا رستاخیز بارها و بارها گفته که شعارهایی مانند جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، ما شاه میخوایم، نه ملا، لعنت به تو روح الله، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، اینها زمانی که در سراسر ایران داده میشه، این شعارها گفته میشه و در همه ایران شنیده میشه، در کشورهای دیگه شنیده میشه، این نقشه مافیای جهانی رو برای
تکه پاره کردن ایران و روان کردن رودخانه از خون ایرانیان خونسا میکنه. باور بفرمایید دست کم اگر هواداران پادشاهی با هم همبستگی داشته باشند، با هم کار بکنن و به ویژه در درون ایران، خب چون به برخی از کسانی که در بیرون از ایرانن شوربختانه امیدی نیست، چون این رو در این سالها نشون دادن، یعنی اون افرادی که برنامه سازی میکنن در شبکه های رادیو تلویزیونی هستن، امید ما باید بیشتر به درون ایران باشه، به مردم ایران، مردمی که با هم مشکلی ندارن، چند هزار ساله در صلح و صفا و آرامش و دوستی با هم زندگی کردن و ایران جز معدود کشورهای جهانه که درش نژادکشی و تبارکشی رخ نداده. شما به همسایه های ما نگاه کنید تا دلتون بخواد کشتار تباری و زبانی به راه افتاده، ولی ما در کشورمون در این چند هزار سال خوشبختانه همچین چیزی رو به خاطر اون فرهنگ پربار و آموزندهی که داشتیم، چنین رویدادهای تلخ و دهشتناکی مانند پاکسازی تباری نژادی در درون کشور ما رخ نداده. از شما خواهش میکنم پیامی که رستاخیز بارها به شما داده و خواهش کرده از شما داشتن همبستگی به ویژه مردم درون ایران و سردادن شعارهایی که نشان دهنده همبستگی و همکاری ملت ایران در سر تا سر ایران بزرگ است. سپاسگزارم که در خدمتتون هستم. خب من تا جناب کمالپور بیان چند تا مطلب رو بگم. دکتر صدای من هست؟ بله بله خواهش میکنم. بله خب بسیاری از مطالب که اکثر مطالب رو دکتر خیلی زیبا بهش پرداختن، چند تا مطلب رو من بگم. ببینید دوستان، اون روزگاری که ما توی رستاخیز سیمرغ اومدیم در مورد تجزیه طلبان و در مورد به قول معروف اون جریانات فدرالیست خواه که الان شدن همشون شدن هویت طلب، چون دیگه کلمه فدرالیست بین مردم جا افتاد یعنی چی، تجزیه طلبان جا افتاد یعنی چی، استقلال طلبان جا افتاد یعنی چی، حالا اینا جمع شدن رفتن پشت یه واژه‌ای به اسم هویت طلبی که بی بی سی و همسال بی بی سی هم در کمال پررویی میان و صحبت این اصلا واژه هویت طلبی رو نسبتش میدن به جوونا در داخل ایران. چرا ما میگیم با نیروهای اونایی که اسم خودشونو گذاشتن اپوزیسیون در خارج از ایران نمیشه اتحاد کرد بر علیه جمهوری اسلامی؟ یکی از دلایلش همینه. روزگاری که ما در رستاخیز این تابوها رو شکستیم و این پرده ها رو انداختیم، خیلی از همین هموطنانمون که توی فضای مجازی هستن به ما حمله کردن. حالا اونایی که فوش دادن بذارید کنار، اونایی که انتقاد میکردن به ما این بود که آقا الان وقت این صحبت ها نیست، الان وقت این نیست که بیاید فدرالیست ها رو مثلا معرفی کنید، بیاید مثلا در مورد فلان گروه برنامه میسازید، در مورد فلان شخص برنامه میسازید، در مورد فلان اندیشه شما برنامه میسازید و اینا رو تخریب میکنید. دوستان یادشون هست اصلا رستاخیز سیمرغ رو خیلی ها توی اپوزیسیون بهش میگن تخریب چی؟ چرا؟ چون همه جریانات ایران ستیز رو ما اومدیم و پرونده‌هاشون رو باز کردیم. امکان نداره کسی توی اپوزیسیون ایران ستیزی وجود داشته باشه که رستاخیز سیمرغ بهش نپرداخته باشه. حالا زمانی که ما همه این وقت‌ها رو گذاشتیم، این روشنگری‌ها و افشاگری‌ها همین رو انجام دادیم، خیلی‌ها اومدن انتقاد کردن که آقا الان زمانی حرفا نیست، ما باید اتحاد کنیم، در خارج از ایران اتحاد کنیم تا بریم در داخل ایران فلان کنیم. مثلا در مورد شخصی به اسم اقدس پشکویی، دوستان به خاطرشون هست که رسما اومد گفت من دنبال فدرالیسم و فدرالی خواهم و این مزخرفاتی که میگفت، یا دیگرانشون، یا مثلا یکی کسی مثل هدیه جوانمردی. چرا ما اومدیم اینا رو گفتیم؟ چرا اومدیم افشاگری رو کردیم؟ میدونید چرا؟ دلیلش ته گفتگو این سه ایران ستیز بود که الان شنیدید. شما اگر از دروازه‌ای به نام دموکراسی این جریانات وارد ایران بشن، وارد قانون اساسی بشن، بهشون اجازه فعالیت داده بشه، همون چیزی میشه که این دوتا ایران ستیز ته برنامه گفتن. یعنی چی؟ 16 سال پیش کلید فدرالیست خواهی یا تجزیه طلبی به صورت پابلیک و گسترده در خارج از ایران شروع شد.
فرستنده هاش کیا بودن؟ کسایی که تبلیغ میکردن امثال اقدس پشکویی، نوری اعلی، شریعت مداری، های احزاب تجزیه احزاب تروریست کردنما و امثال اینها بودن توی رسانه ها. خب خواستشون چی بود؟ یه سری واژه های کلیدی رو که اون روزی که الان دکتر بهش اشاره کرد سازمان ملل اجازه ورود داره، اینا رو جا انداختن بین مردم. یعنی چی؟ اومدن گفتن آقا زبان آموزش به زبان مادری، در هر استان آموزش به زبان مادری، یا حق نمیدونم تعیین فلان، یا حق خودمختاری یا خودگردانی، و یه سری این کلمات رو جا انداختن برای اینکه سازمان ملل یک مردمی رو به عنوان یک ملت بخواد به رسمیت بشناسه. حالا فکر کنم جناب کمالپور یا دکتر واژه‌های حقوقی بین‌المللش راحت‌تر بتونن بگن. چند تا فاکتور اصلی نیازه. یکی از اون فاکتورهای اصلیش زبانه، یکیش تاریخ و فرهنگه، و یکی دیگرش سرزمینه، یعنی چارچوب ارضی، ارضی یک محدوده‌ای یا منطقه‌ای که اون مردمان رو بتونن به عنوان یک ملت سازمان ملل به رسمیت بشناسه. تمام این گام‌ها رو این اراذل ایران ستیز در لباس اپوزیسیون تا امروز انجام دادن. یعنی شما وقتی میبینید شیرین عبادی رو اتحادیه اروپا دعوتش میکنه توی پارلمان اروپا و بعد کنار دستش یه سری تجزیه طلب ایران ستیز دیگر رو میذاره و توی پارلمان اروپا بنر میزنن بالای سر این جلسهشون گفتگو بین ملل ایران، وقتی میبینید توی پارلمان سوئیس شیرین عبادی رو دعوت میکنن و یه مش تجزیه طلب دیگه گفتگو بین ملت‌های ایران، و بسیاری از این نشست‌ها، اینها همه میشه سند برای اون روزی که دکتر علامش اشاره کرد درخواست میشه سازمان ملل ورود پیدا کنه. حالا سازمان ملل کیه؟ سازمان ملل نماینده، یا اینجوری بگم دیگه، تشکیل شده از نمایندگان مافیای جهانی در سطح بین‌الملل. کدوم مافیا؟ همون مافیایی که از پشت داره این اراذل و اوباش رو تغذیه مالی و تبلیغاتی میکنه. یعنی شرایط و زمینه رو از همه جهت اینا آماده کردن. اصلا در گفتگوی این اراذل و اوباشی که الان شما شنیدید در پایانش، همونجوری که دکتر گفت، انگار اینا در مورد یک کشور بی سر و صاحب در به داغوس وجود نداره به اسم ایران رو، اینا دارن در مورد مرز بین کشورشون بحث میکنن که این رودخونه جزء کشور ما هست یا اون تپه جزء کشور ما هست یا نیست، که اون سازمان ملل باید تعیین به قول معروف خطکشیش رو درست انجام بده. حالا شما اگر برگردید در همین 100 سال گذشته، زمانی که پیشوری و اون یارو قاضی محمد و امثال اینها که هر کدوم نزدیک یک سال حکومت کردن رو برید بررسی کنید، کشداری که در منطقه کردنشین از ترکا و دیگر تیرهای ایرانی انجام شد رو برید در بیارید، و برعکس اگر در حکومت پیشوری برید کشداری که از تیرهای دیگر ایرانی انجام شد رو در بیارید، سر به فلک میزنه. ایرانی کشی توسط این دو تا جانور، یا این دو جریان ایران ستیزی. خب این بعدش باید بیاد پایین تر، بیاد به سمت قزوین و امثال اینها، و شما ببینید چه فاجعه اینو اینا رقم خواهند زد به اسم چی؟ به اسم دموکراسی. چرا ما در رستاخیز سیمرغ گفتیم افراد تجزیه طلب فدرالیست ها به هیچ عنوان نباید در قانون اساسی آینده ایران جایگاهی داشته باشند؟ دلیلش اینه. و همین دلیلی که الان شما دارید میبینید. مگه ما در اروپا حزب قومی داریم؟ همین دکتر، دقیقاً در اروپا و امثال اینها اینو نداریم، اما به اسم دموکراسی دارن میکنن تو گوشمون که فردای آزادی ایران حزب دموکرات کردستان باید صاحب حق باشه، قانونی باشه، حزب نمیدونم او یکی مال الاحواز باید قانونی باشه، حزب فلان باید قانونی باشه، هر کسی هم میاد از امروز به اینا اعتراض میکنه میشه مزدور جمهوری اسلامی. این اون شرایط و آماده سازی هاییه که اینها باید انجام بدن تا به اون نقطه‌ای که دلشون میخواد برسه برسن. این مطالبی بود که باید بهش گفته میشد. یه مطلب دیگه هم بگم،
اختاپوسی که تو بخش قبلی صحبت هم انجام دادم، الان یارو داره میگه که جوانان هویت طلب نیان در استادیوم بر علیه کردها شعار بدن. استادیوم رو که کسی در اختیار آن جوانان به قول اینها هویت طلب ایران ستیز قرار میدهد؟ سپاه پاسداران. باشگاه تراکتورسازی در اختیار کیست؟ سپاه پاسداران. امنیت استادیوم ها در اختیار کیست؟ سپاه پاسداران. شما فکر میکنید سپاه پاسداران نمیبینه یک پرچم 12 متری فلان وارد یک استادیوم میشه، بعد صدا و سیما در داخل ایران مستقیم اینو پخشش میکنه که یک شعار ایران ستیزان روشه؟ اینجاست اون همکاری مافیای اصلی، یعنی اختاپوس و بازوهاش، که همین عرازل اوباش باشن، کاملا هماهنگ با همدیگه کار میکنن برای زمین سازی اون اتفاقی که در اندیشه اون جریان صهیونیسمی هست. مطلبی بود که باید بهش پرداخته بشه. بفرمایید مراجع. خواهش میکنم. بله، موارد رو اشاره کردید، چون زمان خیلی داره به سرعت پیش میره، بریم فرتون زیاد داریم، باید بهشون برسیم. اگر پروانه بدید ویدیو شماره 2 رو ما نشون بدیم. پیش از این که هم نشون بدیم، من با شتاب بگم این پیرامون چیه. خوشبختانه زیرنویس پارسی داره، آقای رسول قلیوف مهمان یک جوان پانتور، که آقای رسول قلیوف متولد 1947 در نخجوان، سیاستمدار، نویسنده، از سال 90 به عنوان معاون شورای عالی جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان شوروی کار کرده، در 93 به عنوان جانشین نخست وزیری جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان بوده، در سال 95 رئیس مجلس بوده، در سال 96 مجبور به استعفا میشه، نویسنده 8 جلد کتاب، در آمریکا زندگی میکنه. مجری ازش میپرسه آیا مردم، منظورش اینجا آذری های همینان آذری در ایرانه، میتونن روی سیاست دولت باکو تاثیر بذارن و نقش آذری های جمهوری ایران در آمریکا چیه، یعنی اونایی که در اونجا زندگی میکنن. و منظور مجری هم اشاره به همون چند سال پیش این برنامه انجام شده، اشاره به اون شلوغی های پانترکیستیه که توسط سپاه به راه افتاده بود. آقای رسول قلیوف هم پاسخ میده دیاسپورای جمهوری ایران در آمریکا شعبه از حکومت باکو، با کسانی که به ماهیت این حکومت پی بردن من در پیوندم. درباره آذری‌های ایران هم باید بگم که اونا خودشون رو ایرانی میدونن. بعد مجری میگه یعنی آسیمیله شدن، آسیمیله شدن یعنی هویت خودشون از دست دادن. آقای رسول قلیوف میگه نه، آسیمیله شدن نیست، میهنشون ایرانه. من متوجه نمیشم آسیمیله شدن یعنی چی. 5000 ساله که در اون خاک زندگی میکنن آذری‌های ایران، نام آن خاک ایرانه، آنجا آسیمیله شدن وجود نداره. شما این رو از کجا پیدا کردید؟ میهنشون ایرانه و این یک واقعیت. روسیه ما رو اشغال کرد، به خاک آنجا الحاق شدیم و اگر روسیه این کار رو در سال 1813 و 1828 نمی کرد، امروز ما هم در کنار آذری های ایران جز ایران بودیم، میهن ما ایران بود و نامش ایران بود. به همین دلیل نمیتوان از آسیمیله شدن سخن گفت. موضوع اینه اونایی که از میان ما برخی زمانا میگن باید رفت و بخشای آذری نشین ایران رو آزاد کرد، این سفاهت یعنی بیخردی و بیشعوری و نادانی است. واقعا درک این بیخردی و خریت دشوار است. این بخشای آذری نشین ایران وارونه این رو باور دارن. آذریای ایران باور دارن که جمهوری ایران جزء ترکیب ایران خواهد شد و آن حق و عدالتی که 100 سال پیش از دست رفته دوباره به حقدار خواهد رسید. ما ملت جالبی هستیم. یادم میاد که در دوران حزب جبهه خلق، حزب پانترکیستی در جمهوری ایران، میگفتن ما باید به تبریز بریم و درفشمون رو در اونجا برافراشته کنیم. پدر جان، تو نمیتونی به خانکندی، منظورش استپاناگرد پایتخت جمهوری کوهستانی آرتساخ یا قره‌باغه، نمیتونی به خانکندی بری و درفشتون رو اونجا برافراشته کنید. چه تبریزی؟ از کدام تبریز سخن میگی؟ خب این رو خودتون ببینید، چون ممکنه زیرنویسا سریع رد بشه. و من این رو ویدیو شماره 2 رو اگر نشون بدین، من از شما کامل نشون بدین، سپاسگزار میشم. خواهش میکنم. بعد o Cənubi Azərbaycan da yaşayan soydaşlarımızla bağlı. Yəni onlar Azərbaycandakı bu gün siyasi əhvalıya təsir edə bilirmi? Siz ABŞ-da yaşayırsınız. Burada soruşurlar ki, ABŞ-da olan Azərbaycanlılarla görüşlər keçirirsinizmi, təşkilatlanırsınız və Cənubi Azərbaycanda da son zaman
İran'da baş vermiş etiraz aksiyaları, bunlar Azərbaycana hər hansı təsiri var mı? Ümumiyyətlə, diasporamızla necə işi qura bilirsiniz? Yəni siz birinci menecersiniz. Bu şəbəkələşməni təşkil edə bilirsiniz yoxsa yox? Yox, bir dəqiqə, deməli, bugünkü o indiki adlandırılır o bizim o klasik diaspora, bizim klasik diaspora məsələn belə deyək ki, hökumətin Amerikada bir balaca filialıdır. O diasporanın hansı iş qurmaqdan söhbət gedir onu deyə bilmərəm. Amma belə yəni üzdə olan və Azərbaycandakı bu rejimin mahiyyətini dərindən başa düşənlərlə mənim əlaqəm var, görüşlərim var həmişə. Həmişə. O iki qaldı cənubdan gəlmiş Azərbaycanlılar, yəni İran Azərbaycanlıları. İran Azərbaycanlıları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, özlərini İranlı hesab edir. Onlar yani asimilyasiya olunmuşdurlar. Yox, asimilyasiya deyil o. Vətənləri İrandır da, nə asimilyasiya, mən başa düşə bilmirəm. Asimilyasiya nədir? Bu 5000 ildə o torpaqda yaşayırlar, onun da adı bugün İrandır. Asimilyasiya yoxdur orada. Hardan biz tapsın bu asimilyasiyanı? Yoxdur orada asimilyasiya. Bu, onun vətəni İrandır. Bu, həqiqətdir. Bizim prosto Rusiya işgal edibdir. Olmuşuq Rusun təsirində. İndi o Rusiya gəlib 1812-13-1 1828-28-də buranı işgal eləməsəydi, bizim həmin o Cənubi Azərbaycanla bir yerdə İranın təşkilində idi. Elədir da, bu cür. Vətənimiz də İranın, da adı İranın. Ona görə bu elə deyil, asimilyasiyadan söhbət elə getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bizimkilər kərdən deyir ki, gedib Cənubi Azərbaycanı azad eləmək lazımdır. Bilirsiniz, bu idiotizmdir. Doğrudan bu idiotizmin başa düşmək çətindir. Sən Cənubi Azərbaycan əksini düşünür, onlar düşünür ki, nə vaxt bu Azərbaycan gəlib daxil olacaq bura. Yəni, 100 il bundan qabaqçı bu haqq ədələt öz yerini tutacaq. Çox maraqlı milləti bizə. O yadında da, o haqq təbəsi vaxtında biz gedib Təbrizdə bayrağımı saladı çağlar. Kişi buradan gedibsən o istifalar ged, Xankəndilər bir bayrağı satamırsan, nə Təbriz, hansı Təbrizdən söhbət gedir. İndi deyirsiniz, İranın bizə təsiri axırıncı mitinglər. O nəzəri də çatdırım ki, axırıncı mitinglərdə bir dənə olsun belə Azərbaycan şəhəri işləmək eləmək. Mən başqa... Bəli. Xayiş məkənəm, in dəgə, əgər توضیح دارید بفرمایید که بریم ویدیوی بعدی رو ببینیم با هم دیگه. نه شما قبلش توضیحات کامل رو دادید آقای دکتر. سپاسگزارم. اگر پروانه به من بدید من به ویدیو شماره 3 هم بپردازم. خیلی جالبه این ویدیو در یکی از شبکه‌های دولتی باکو انجام شده، یه نماینده مجلسه. خیلی جالبه، خودش هم ترک میدونه، یعنی باور داره که ترک تباره. خب ترک تبار بودن هم چیز بدی نیست، ولی منظورم اینه که یک آذری، یک خود ترک پنداره، یعنی خودشو ترک میپنداره، باور داره که ترکه. و خیلی جالبه، یک مسئله بسیار مهمی رو اشاره میکنه، چون آشوب‌های زیادی زیر نام گرد همایی در دژ بابک در منطقه کلیبر در سالهای گذشته به راه افتاده و این پانترک‌ها تلاش کردن از راه مصادره به مطلوب بابک قهرمان ایرانی در برابر اشغال خلیفه های عربستانی تبار اون رو تبدیل بکنن به یک قهرمانی که برای استقلال چه میدونم اون بخش‌های آذرینشین ایران می جنگیده، که دروغی بیش نیست. و اعلام میکنن که این پانترک ها که بله ما چند هزار سال اینجاییم، این نمیدانم. ببینید چقدر با زیرکی که این فارسا آمدن اشغال کردن این مناطق رو. فارسا 2000 سال پیش اومدن، 3000 سال پیش اومدن، ما چنین هستیم. یعنی فقط میگم وقتی کسی بیماره و آلوده به ویروس راسیسمه، تمام این تبلیغاتش هم در همین راستای ایجاد درگیری میان تیره های ایرانی است. این آقا خیلی جالبه. لطفاً اگه بزرگواری بفرمایید از دقیقه 25 ثانیه آماده بفرمایید، سپاسگزار میشم. بله آماده است. خواهش می‌کنم. میگه دیگه نمیشه مردم رو با تاریخ گول زد. چرا؟ چون در دوران استقلال، منظورش پیشا استقلاله،
پیشا استقلال مردم میل دارن برای خودشون قهرمان درست کنن، در وضعیت سخت و شکست خورده ای هستن و میخوان برای خودشون یک دولت مستقل درست کنن. اشارهش هم به چیرگی روسا بر منطقه ارانه و تجزیهش از ایران و اینکه زیر فشار بیش از اندازه روسا و سپس اون کمونیست ها بودن و بعد از استقلال نیاز به واقعیت دارن، دنبال قهرمان میگردید. ولی آخه بابک چه پیوندی با نظام ترک داشته؟ هیچ منبعی در این باره موجود نیست. در کل بابک ربطی به ترک ها ندارد. منظور اوغوزها، تاتارها و مغول تبارانه که بهشون ترکان واقعی میگن. پس از جنگ نهاوند سرزمین های ایران به خلافت پیوستن که البته این رو زیاد درست نمیگه، چون این پیوستن نبود، این اشغال ایران بود. ما برخی زمانها نام آذربایجان رو خرافه سازی میکنیم. ببینید این خیلی مهمه، اینو من نمیگم، اینو کدوان کمالپور و کدوان قاسمی نمیگن، این رو داره یک شخصیت شناخته شده در جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان در یک شبکه در باکو میگه. این رو میگه که ما نام آذربایجان به عنوان یک سرزمین و یگان سیاسی در سال 1918 به دست محمد امین رسولزاده و دوستان و همباورانش به عنوان دولت سیاسی مطرح شد. دیدید که این کتابش هم نشون شما دادیم. هیچ منبعی درباره نام آذربایجان وجود نداره. بابک در این منطقه 300 هزار پیرو داشته. تبدیل شدن ترک‌ها به اکثریت در این منطقه با آمدن سلجوق‌هاست. اینو همه تاریخ‌های جدی میپذیرند. بخش اساسی ترک‌ها در برابر بابک می‌جنگیدند. اینو دیگه من نمیگم عزیزان، این رو یک کسی که خودشو ترک میدونه داره میگه. جالب توجه برای این پانترکایی که در ایران دارن به سر و سینه میزنن. ترکای مزدور یا مزدبگیر از اوش و فرغانه میومدن و با بابک میجنگیدن. به نظر من مردم آذربایجان ساده لو هستن. میشه به راحتی به اونها گفت که بابک دولتی به نام آذربایجان تشکیل داده بود و قهرمان ملی آذربایجان، منظورش ارانه بوده. ما ببینید چی میگه. میگه ما اوغوز هستیم، اوغوز هستیم، با آمدن سلجوقی ها آمدیم. خب اینو دیگه من نمیگم و شما هم نمیگید. ریشه ما از اونجا شروع میشه. مردم اران پیش از ورود اوغوز ها و ترک های امروزی چه ربطی به هم دارن؟ یعنی میخواد بگه مردم پیش از اومدن اوغوز ها، تاتار اوغوزها، تاتارها، سلجوقها، مردم چیز دیگه ای بودن، الان بخششون چیز دیگه است. این خیلی این ویدیو مهمه. این رو خواهش می‌کنم دقیقه 5 و 20 دقیقه تا سر دقیقه 9 اگر نشون بدید سپاسگزار میشم. خواهش می‌کنم. Tarixlə cəmiyyəti aldatmaq olmaz artıq. Niyə aldatmaq olmaz? Müstəqilliyə qədər ki dövrdə xalq həmişə özü üçün uydurma bir qəhrəman obrazına meyillənir. Çünki ağır vəziyyətdədir, məğlub vəziyyətdədir. İstəyir müstəqil dövlət qursun, imperiya, başqa güclərə sübut eləmək istəyir ki, mənim filan qəhrəmanlarım olur, mən kiçik xalq olmamışam. Müstəqillikdən sonraki dövrdə xalqa həqiqət lazımdır. Məsələn, qəhrəman axtarırsansa, mən Babəkin ümumiyyətlə türk sisteminə Babəkin hansısa bir dəxli olduğunu mən dəfələrlə araşdırmışam, heç bir mənbə yoxdur. Babəkin ümumiyyətlə türkçülüyə dəxli yoxdur. Türklərin bu bölgədə bir əsas türkiyyətdir. Ərəblər iki dəfə türklərlə toqquşublar. Bir dəqiqə, onun bir sərkərdəsinin adı Tərxan idi, türkçədir. Yox, o yani deyirlər. Türklər bəlkə onun tərəfində keçiblər. Onun bizimkilər deyirlər. Yox, mən sizə bir şey deyim. Özdə burada qeyd olundu Ərəb xilafətinə qarşı. Bu çox səhv fikirdir. Ərəb xilafətinə qarşı Əməvilər dövründə Həzrəti Ömərin başlığı Nihavənd yaxınlığında məğlub olandan sonra 38-39-cu ildən sonra artıq heç bir müqaviməsi, ciddi müqavimət olmadan İran ərazisi tamamilə xilafətin ərazisinə daxil oldu. Və bu bitdi. Əməvilər Ərəb milliyyətçiliyin tərəfdarıydılar bir çox məqamlarda. Abbasilər isə artıq həm türklərin, həm farsların, həm ərəblərin birlikdə qurduğu müsəlman imperiyası idi. Burada Ərəb milliyyətçiliyi qabarmırdı və burada da əsas xəlifələrin böyük əksəriyyəti mötəzili cəryanına mənsub idilər. Və ona da qarşı farslar şubiyyə sistemini qoydular, bərabərlik.
mühafizəçilik sistemini. Çünki məvali adlanan sistem onları aşağılanmış özlərini sayır. Bəs Azərbaycanın cavabı neydi? Azərbaycanın cavabı oydu ki, biz bəzən Azərbaycan adına biraz çox spekulyasiya edirik. Azərbaycan adına siyasi məkan olaraq 18-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və dostları, o əqidədaşları bir siyasi dövlətin adına veriblər. Azərbaycan coğrafi ərazi olaraq. Kitablarında Azərbaycan sözü dəfələrdir. Coğrafi ərazi olaraq. Dövlət ərazi yoxdur. Yo, yo, Azərbaycan adında siz harada dövlət adınız? Buna... Azərbaycan adında siz tarixdə bir ciddi tarixçiyə desək, elə belə şairlər deyə bilər, Azərbaycan adında tarixdə xüsusi bir dövlət adı yoxdur. Yox. Var Səlcuqlar, mən sizə söyləyim, Azərbaycan türklər deyirsiniz, Xəzərlər bizim türklər. Xəzərlər şimaldan, ərəbləri dayandıran ilk türklər Xəzərlər olublar. Orta Asiyada yenə də göy türklərlə döyüşüblər, dayandırıblar. Bu ərazidə Babəkin yaşadığı arealda 300 min Babəkin tərəfdarı olduğu iddia olunur. 300 min əgər bu ərazidə türk varsa, bu qədər, var idi təbii ki, Sabirlər, Hunlar, Qalıqları var idi. Burada türklərin böyük çoxluğa çevrilməsi Səlcuqların gəlişi iləndir. Bunu bütün ciddi tarixlər qəbul edir. 11-ci əsrdə Səlcuqlar gələndən sonra bu ərazidə türklər çoxluğa çevrildilər. Və türklərin də əsas hissəsi Babəkə qarşı döyüşürdü. Muzlu türk əskərləri kimi Fərqanədən, Oşdan gələn türk əskərləri Quba. Həqiqətən Azərbaycan xalqı çox sadə lövh haqqdır. Məsələn, buna rahatsa demək olar ki, Babək Azərbaycan adında dövlət yaratmışdı. Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanı. Azərbaycan xalqı o dövrdə kimdir? Bir təsvir eləyin bilək. Biz Oğuzlarıq. Biz Səlcuqların gəlişinlə kökümüz oradan başlayır əsas. Yəni biz necə olur Oğuzların gəlişindən əvvəl Azərbaycan xalqı bugünkü Azərbaycan türkü ilə nə əlaqəsi? Yəni bir çox məqamlar var ki, biz biraz gerçəkçi olmalıyıq. Babəklə bağlı siz ifadə işlətdiniz. Məktubda cavabda nə yazırdı? Oğluna cavabında yazırdı ki, indi qadın məsələsində deyildi. Sən üzr istəyirəm tamaşa, sən o əxlaqsızdan olan övlad olduğuna görə sən bunu Alay doktor, bəfərmə. خواهش میکنم که از من گوش کردید دیدید که این دیگه به گمانم سند بسیار بله ما دیگه ما هیچ اشاره‌ای نکردیم خودشون تو برنامه‌های خودشون دارن میگن بله اصلا تو شبکه‌های باکویی و استانبولی پر است از این بحثا ما بخوایم صد تا ویدیو میتونیم برای همیانان نشون بدیم ویدیو شماره 3 هم شماره 4 هم بسیار بسیار ارزشمنده آقای آراز علیزاده یا عرس علیزاده نماینده مجلس باکو در یک برنامه تلویزیونی خیلی جالبه مجری حالت عروسکی داره حالت انیمیشنی داره ازش میپرسه رابطه ما به دلیل ترکان عثمانی با ارمنی ها به هم خورد و با آذری ها و ارمنی ها بسیار با هم نزدیک بودن همسایه بودن همکار بودن با هم حتی ازدواج هم میکردن و روابط بسیار بسیار خوبی با هم دیگه داشتن این اون پانتورکیزم انسان ستیز روشیافته توسط صهیونیست ها که اون جاسوس های صهیونیست های جاسوس انگلستان که پانتورکیزم رو گفتیم به شما در عثمانی و سپس ترکیه روش دادن و این ویروسی که در پایان دوره عثمانی و ترکیه روش کرد این درگیری ها رو کشون به قفقاز میان آذری ها و ارمنی ها که هر دو از دید من دو تیره ایرانی هستند در کفکاز یا قفقاز خب میگه که آقای نماینده مجلس آقای آراز علیزاده یا عرس علیزاده میگه به یاد داشته باشین که ارتش عثمانی که ارتش مزدور بود ارتش مزدور هم اگه مزد نگیره به جنگ نمیره اقدام نمیکنه این شگفت انگیز نیست که در برابر پول اومدن به باکو برای کمک راست میگه تو همین جنگ 44 روزه ای که 27 سپتامبر سال 2020 را انداخت موساد و میت ترکیه باکو رو تجهیز کردند و نیرو موساد فرستاد ترکیه نیرو فرستاد و ترکیه با هواپیماهای مسافربری شماری از تروریست های داعشی رو از سوریه منتقل کرد به باکو اینها همه به خاطر پول بود چون اران جمهوری اران با نام جلی آذربایجان نفت داره و نفت با قیمت مناسب هم به اسرائیل میده 60% نفت اسرائیل رو میده و باکو هم از اسرائیل سلاح میخره و اون بمب‌های غیرقانونی یا اون با سلاح‌های فسفوری هم بمب‌های فسفوری جنگل‌ها و روستاهای ارمنستان رو با آتش میکشید و
مجری میپرسه آیا ما آذربایجانی هستیم یا ترک. نماینده مجلس آقای عرس علیزاده میگه یک مسئله علمی به نام هاپلوگروپ هست، یعنی بر پایه ترکیب خونی آشکار میکنن که شما به کدام مردم نزدیکتر از کدام دورتر هستید. بر پایه هاپلوگروپ ها ویژگی خونی آذری ها با ترک ها منطبق نیست. ترک ها از آسیای میانه میآیند، اونها از تبار زرد هستند، اما آذری ها تبارشون مختص ژن هندو اروپایی. قابل توجه یک راسیست پانترک تجزیه طلب یا امانند آقای ماشاءالله رزمی که قبلا تروریست فدای خلقی بوده و الان تروریست پانکورده پانترک پوزش میخواه و کلا به تروریست بودن دلبستگی ویژه‌ای داره. سپاسگزار میشم اگه ویدیو 4 رو که بسیار کوتاه هم هست نشون بدید. بله Paşanın qızıl müqabilində Bakıya gəlib döyüşlərdə iştirak etməsi. Sonra bizim burada bir qəbahət yoxdur. Ermənilərlə aramızdakı münasibətin Osmanlı türklərinə görə pozulduğunu. Bir dəqiqə. Buyurun. Deməli bir şeyi yadda saxlayın. Osmanlı ordusu muzlu ordu idi. Muzlu ordu para almasa heç vaxt müharibəyə getməz və girişməz. Yəni burada qəribə bir şey yoxdur ki, para müqabilində gəliblər Bakıya köməyə. Yaxşı. İndi biz Azərbaycanlıyıq yoxsa türküyük? Əvvəla insan özünü kim hiss eləyir həmin millətdəndir. Amma bir şey də sizə deyim ki, indi belə bir elmli kaflo qrupa. Yəni qana görə, qanın tərkibinə görə müəyyən edirlər hansı xalqlar yaxındır, hansı xalqlar yaxın deyil. Kaflo qrupaya görə Azərbaycanlılarla türklərin qanlarındakı olan elementlər bir-birinə uyğun deyil. Türklər Asiyadan gəlmədilər. Onlar sarı irqə məxsusdurlar. Azərbaycanlılar Hind-Avropa irqinə məxsusdur. Ona görə mən Azərbaycanlıyam, özümü də Azərbaycanlı hesab. Bəli, doktor Cəyinəm tamam şud. Xahiş məkərəm, videoyə payani ro şomarə videoyə şomarə 5 hastəş. İn bəsiyar bəsiyar mühəmmə. چون یک پانترک دیوانه ای نشسته است اونجا در یکی از شبکه‌های ترکیه‌ای و دقت بکنید هم میهنان که دست به یک جعلیات خنده‌داری می‌زند این آقای اردوغان کاراکوس کاراکوس ببخشید آقای اردوغان کاراکوس و این چند تا مهمان دیگه هم برنامه داره و این آقای یک که نمونه و لنگه ترکیه‌ای ماشاءالله رزمیه و از نمونه و لنگه ترکیهی ضیاء صدرالاشرافی و سید حسن شریعت مداریه. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو این رادیو تلویزیون های فکستانی ایرانی مثلا اینا میرن میشینن به عنوان اپوزیسیون بهشون عزت و احترام هم میذارن یا در شبکه هایی که متعلق به سرویس های امنیتی جاسوسی مانند MI6 یا MI6 و CIA هستن یا موساد میرن میشینن خزعبلاتشون رو میگن، کسی هم پاسخشون رو نمیده، ولی در شبکه‌های باکویی و در شبکه‌های استانبولی خیلی ها یا به اینا میخندن یا پاسخ اینها رو میدن. این آقای اردوغان کاراکوس که یک پانترک دیوانه است خیلی جالبه، میگه که یعنی میخوام بگم نه تنها این جعلیات پانترکیستی صدای خیلی ها رو در باکو و استانبول در آورده، بلکه حال خیلی ها رو هم به هم زده. و یه دکتری هم هست به نام دکتر کوتای و پرینچک هم هست که اینها پاسخش رو به خوبی میدن. این آقای اردوغان که بهش اردوغان پاشا هم میگن، میگه موجودیت ترکا در ترکیه 18000 ساله. اینها رو تاریخ دان خیلی دقت کنید، اشارهش به اسرائیل، این رو تاریخ دانای اسرائیل هم میدونن که پیشینه ترکا در ترکیه 18000 ساله. هیچ کس نگران نباشه، تاریخدانهای اسرائیلی هم مجذوب و شیفته ما هستن. 2700 سال پیش اوغوز خان برای براندازی حکومت آشور به ترکیه میاد و پس از پیروزی یهودی ها رو آزاد میکنه. به همین دلیله که یهودی ها ما رو بسیار دوست دارن. یعنی این اوغوز خان یه شخصیت خیالی، وجود خارجی نداره، کوروش بزرگ رو اینو داره جا میزنه به جای کوروش بزرگ و میگه که 2000 سال پیش زمانی که رومی ها در حال سلاخی کردن یهودی ها بودن، یک بخش از یهودیان به منطقه خزر یعنی شمال
شمال کوههای قفقاز فرار کردند و یهودیانی که منطقه خزرها به منطقه خزرها فرار کرده بودند با خزرها متحد شدند. اون ترکان خزری منظورش همون غارتگران ایران در آسیای میانه و کفکازه که مسلمان شدن امروز آذربایجانی ها هستن. به همین خاطره که امروز اسرائیل داره در برابر ارمنی ها ترکان خزری یعنی آذری ها رو پشتیبانی میکنه. این نزدیکی از اونجا میاد و ببینید موساد چه ها که نمی کنه. یعنی اینا میخوان بگن هم میهنان آذری ما در درون ایران و هم تباران ما در جمهوری اران با نام جعلی آذربایجان ریشه خزری دارن. خزریایی که پوست زرد داشتن و چشمان اینطوری داشتن، این توهین نیست، ظاهرشون رو دارم میگم، نژاد زرد بودن و هم تبار چینی ها و مغول ها و قزاق ها بودن. اینا رو داره میگه همیهنان آذری ما از اونها از اون تبار رو دارن و به خوبی هم اون یک دو سه تا مهمان دیگه پاسخ این مردک پانتورک رو میدن. و یه اشاره هم من بکنم به حالا یه آقای استاد پرینچکم به خوبی اشاره میکنه، میگه اینها منظورش این پانتورکاست، شخصیت های ایرانی مانند افراسیاب رو میگیرن و با توهم و مقاصد خودشون آمیخته میکنن، دست به ساخت شخصیت های خیالی میزنن. خزرها یک تیره از ترکان واقعی بودن، ترکانی که تبار زرد دارن، ترک بودن چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه، ریشه ترکان واقعی هم یعنی مانند ترکمن ها، ازبک ها، قرقیز ها، قزاق ها، مغول ها و اویغور های چین و تبار نژاد زرد دارن. نژاد از دید نژادی هیچ همخوانی با همیهنان آذری در ایران و همتباران آذری در جمهوری اران ندارن و اینها در زمان ساسانیان هم چند بار به ایران یورش آوردن. انوشیروان به دستور انوشیروان شاهنشاه بزرگ ساسانی شهر دربند در بخش شمالی کفکاز که از آن ایران بود یا قفقاز ساخته شد. در زمان فرزندش قباد یا کوات هم که خزرها رو شکست داد و اون شهر رو بازسازی کرد. و اینها خیلی جالبه، اینها پس از اسلام هم چون هم با مسلمونا درگیر بودن هم با عیسوی ها درگیر بودن، به همین دلیل اینها تصمیم میگیرن برای اینکه نه بین مسلمونا حل بشن نه بین عیسوی ها یا مسیحی ها، اینها چه کار بکنن؟ اینها یهودی بشن، یهودی میشن، سپس به سمت اروپای شرقی میرن و امروز هم برخی از یهودیان در اسرائیل خودشون رو از تبار ترکان خزری میدانن که نامش هم به نادرستی بر روی دریای کسپین که عربیش میشه قزوین و یا دریای مازندران یا هیرکانی یا دریای گرگان گذاشته شده. و بخشی از یهودیان، بسیاری از یهودیان روس تبار هم خودشون رو از تبار از نیاکان خودشون رو ترکان خزری میدونن. یعنی شما ببینید امروز بخشی از اسرائیل خودشو ریشه از ترکان خزری میدونه، اینم قابل توجه اونهایی که میگن اسرائیلی‌ها سامی هستن. نه سامی، چرا بخشیشون سامی هستن، ولی امروز دیگه نژادهای گوناگون در هم آمیخته شدن و این افسانه نژاد ستیزی درباره یهودیان محلی از اعراب نداره، چون اسرائیلی‌ها از چند تبار و نژاد هستن. این رو اگر اجازه بفرمایید پروانه بدیم این رو با هم گوش کنیم و بازگرد تا آخرش های دکتر. بله اون جایی رو خودتون اگه زیرنویس رو میبینید، این مواردی که اشاره کردم دیدید، میتونید حالا تا اونجایی که فکر میکنم تا آخرش یه هفت دقیقه شیش هفت دقیقه باید باشه، سپاسگزار میشم. یعنی خیلی مهمه این قضیه که این پانتورک جائل که صدای بقیه مهمانارم درآورده چندین بار نام اسرائیل رو میبره و سعی میکنه برای یک همنژادی و یک جعل نژادی میان مردم جمهوری اران با نام جعلی آذربایجان و بخشی از اسرائیلی ها درست بکنه، همون کاری که موساد داره با پشتونا میکنه، داره با ایرانی تباران کرد میکنه. و مطمئن باشین به زودی هم اینها جعلیاتشون در مورد ماها رو هم شروع خواهند کرد و خواهند گفت که ایرانیان هم یهودی تبار هستن، یکی از ده تیره گم شده یهود. سپاسگزار میشم اگه تصویر من رو هم بردارید. بله برداشت. یعنی تاریخ شنو گösteriyor. Türkiye'de efendim Türklerin mevcudiyeti en az 18 bin yıl. Bakın tekrar ediyorum, 18 bin yıl. Bunu İsrail'deki tarihçiler biliyor. Hiç kimse merak etmesin.
İsraillerin tarihçileri de bize meftun. Niçin meftun biliyor musunuz? 2700 yıl önce Oğuz Han Asur devletini yıkmak için Türkiye'ye geliyor. Asur devletini yıktıktan sonra Asur devletinde esir olan Yahudiler hürriyetlerine kavuşuyor. Onun ya. İçin çok sever Yunan Yahudiler. Sonra Roma İmparatorluğu İran zamanında Roma İmparatorluğu İran Şahı Kirus'tur onu serbest bırakan. Lütfen vatandaşlarımız böyle garip bir malumat diye edinmesinler. Lütfen İran Şahı Kirus yahu Nabukadnezar sürgününden kurtaran İran Şahı'dır. Oğuz Kağan falan değil. Lütfen nereden çıktı Allah aşkına? Böyle bir malumat mı? Siz tabii ki inceleyin tarihi. Neyi inceleyin paşam, bu benim tahsil ettiğim şey. Siz tabii ki batıdan öğrendiğiniz için tarihi bende belgeleri var. Ben belgesiz konuşmam. Bakın ben söylüyorum size. Siz bunu bulabilirseniz şey bulursunuz. Bende belgeleri var. Bende belgeleri var. Belgesiz katiyetle konuşmam. Bunun yanısı. Bakın söylüyorum. Tarihi şahsiyetten haberimiz yok ki. Efendim? Oğuz Kağan diye bir tarihi şahsiyetten haberimiz ya yok. Ya Mete Han, bizim bayrağımız Oğuz Kağan büyük dedemiz var ya, atamız. Biz şeyiz de. Şey milattan önce Oğuz 6. yüzyılda gelmiş Yahudileri kurtarmış. Yukarıdan aşağı. Yani şey... lütfen biriniz bakın internete, İran Şahı Kirus. Hala müzede duruyor onun o şeyi. Yahudileri geri gönderme emannamesi taşta yazılı. Lütfen paşa. Efendim bakın tekrar ediyorum. Siz bakın lütfen Kutay Bey, lütfen bir değerlendirmesini sonra bakın, istediğiniz yere bakın bulun. Millete malumat bakın ben belgeyle konuşurum. Ne belgesi? Bakın tekrar ediyorum, ben belgeyle konuşurum. Sayın Kutay, ben belgeyle konuşurum. Tekrar ediyorum, bitirmedim sözümü. Ondan sonra girin devreye. Ben belgeyle konuşurum. Elimde belgeyle konuşuyorum ben. Ve tarihte her şeyin bilinmesi mümkün değildir. Elde mevcut belgelere göre tarih yazılır. Ben elde mevcut belgelere göre konuşuyorum. 2000 yılında ise efendim Romalılar tamamen Yahudileri keserken Yahudilerin bir kısmı Hazar bölgesine kaçmıştır. Yani Hazar devleti 300 yılında kurulmuştur ve 1100 yılına kadar yaşar. Yani Osmanlı Devleti'nden daha uzun yaşar. O yüzden Hazar Devleti'ne kaçan Yahudiler Hazar Türkleri ile birleşmiştir. Hazar Türklerinin bir kısmı Musevi olmuştur, bir kısmı Hristiyan olmuştur, bir kısmı Müslüman olmuştur. Müslüman olan Hazar Türkleri bugün Azerbaycanlılardır. O yüzden bugün İsrail özellikle Ermenilere karşı Hazar Türklerini yani Azerbaycanlıları desteklemektedir. Bu yakınlık oradan gelir. Tabii tarihi eğer iyi incelemezseniz tabii ki bilemezsiniz. Tabii ki Batı tarihiyle yetiştiriliyoruz hepimiz. Paşam, Batı'dan gelen ve fakat değerlendirmeye alınmayan tarihle yetiştiriliyoruz. Bakın, yorum yapın ancak vatandaşımıza kaziyeyi muhkem gibi böyle hurafe bilgileri vermeyin, öğrenmeyin siz de izleyenlerim. Yok böyle bir şey. Yok. Yok, ispatı mümkün olmayan bir şey. Lütfen. Lütfen. Sayın Kutay, televizyondan malumat temsilen insanların memleketinde yaşıyoruz paşam. Böyle şeyler bakın yapmayın. Söylüyorum, tekrar ediyorum. Yapmayın. Böyle konuşmanız uygunsuz. Paşam. Hayır, uygunsuz. Neyse. Paşam. Yani siz hangi belgeyle benim söylediklerimin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Hangi belgeyle söylüyorsunuz? Hemen. Kaç tane? Nereden istiyorsunuz? Hangi belgeyle? Hemen. Kaç tane? Buyurun getirirsiniz. Konuşuruz sizinle hemen, sonra. Edward Lowe'se hemen söyleyeyim. Kirus'un serbest bırakma kitabı. Edward Lowe'senin kitabı. Baksınlar internete. Lütfen. Paşam. Bakın Sirius falan yok bu söylediğim tarihte. Bu tarihte daha Persler piyasada değil. Milattan evvel 2000 yılında. Perslerin piyasaya çıkışı Alpertunga zamanındadır. Bakın paşam. Bakın tekrar ediyorum. Bakın bir dakika efendim bitireyim. Bitireyim. Eğer doğru değilse bakarsınız bana da telefon edersiniz. Mutlu olurum. Ben sadece şunu söylüyorum. Söylediğim tarih milattan önce 700 yılıdır. Milattan önce 700 yılında Oğuz Han Türkiye topraklarına gelmiştir. Asur devletini yıkmıştır. Türkiye topraklarında İskenderun'dan 18 yıl
18 yıl dünyayı yönetmiştir. Efendim yattığı yer nerededir biliyor musunuz? Iğdır'da Sürmeli kasabasındadır. Lütfen bunları okuyunuz, bakınız. Sayın Karakoç, artık süremizin de sonuna geliyoruz. Yalnız Erdoğan Paşa'nın belgelerini önemsedim doğrusu. Biz hep atıdan öğreniyoruz. Doğru, yani hatırlıyorum. Ama o şahnameden bir tek Firdevsi'nin şahnamesinde var. Ben yani, şahnameden değil efendim. Başka... Oğuzname'ye bakın. Ben Britanya Oğuznamesi ve Roma Oğuznamelerinden konuşuyorum. Sayın komutanım, Oğuzname'de sizin dediğiniz hiçbir şey yok, kusura bakmayın. Siz Afrasyab'ı, Alper Tunga'yı şahnameden anlatıyorsunuz. Milattan önce 7. yüzyıl ama Oğuz diye başka belgeli bir şahsiyet falan yok. O yakıştırılıyor. Yani deniyor ki bu Afrasyab Oğuz olsa gerektir falan. Ama Oğuz diye bir şahsiyet destanlarda var ama tarihte Oğuz yok. Oğuz Han yok tarihte. Efrasiyab hayır efendim. Efrasiyab Oğuz değildir. Efrasiyab Alper Tunga'dır. Evet. Alper Tunga Oğuz Han'ın torunudur. Evet. Bakın söylüyorum. Efendim, bu Roma Oğuznamesinde ve Böyle bir tarih yok, kusura bakmayın. Böyle bir tarih yok, böyle bir tarih bakın, kayıt yok. Bakın veriyorum efendim. Yok. Sayın Perinçek bakınız niye öyle soruyorsunuz? Bakınız diyorum size Roma Oğuznamesine ve Roma aynı zamanda Londra Oğuznamesine bakın diyorum. Bakıyorum. Ben onların yani niye hepsini böyle ezberi şey biliyorum komutanım. Ben bütün Oğuznameleri bir şey söylüyorsunuz. Kusura bakmayın ben bütün Oğuznameleri ezbere biliyorum ama sizin dedikleriniz Oğuznamelerde Roma... yok. Ben de Doktor Hocam tamammış. Hayış mı konem Kadban dedi ki جواب جا نام اسرائیل باشه. سپاسگزارم از شما سخنی دارید بفرمایید شما و مرزی ندارم. جان مرزی ندارم. خواهش میکنم که ادوان قاسمی چطور که سخنشون رو بگن که بریم روی نزدیک دکتر این همون امپیتیری شده یه همین رزمی و شریعت مداری و امثال همین عراضه رو باشه. بعد خیلی جالب نقش اسرائیل که شما به درستی اشاره کردید که اسرائیل اصلا دنبال جهل تاریخ و جهل سند برای که بتونه خودش رو محکم کنه، حالا جریان صهیونیست و فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران و ایران شهر رو از بین ببره. حالا چهار تا چرگوزم مثل یارو که حالا شما گفتی رزمیه، همسر رزمیه، من حالا نوری زادم بهش اضافه میکنم. درود بر شما. نوری زادم توی همین تبار از همین قومه. بفرمایید. سپاسگزارم. کدوان اگر پروانه بدید بریم روی فرتورهای گروه یک. خواهش میکنم. ما چون در برنامه پیشینم بخشی از سخنان هوشنگ امیر احمدی در ستایش از خمینی روح الله الموسوی الهندی الخمینی رو با همیهنان در میان گذاشتیم که چه عاشقانه از خمینی تعریف و تمجید میکنه در برنامه پرگار بی بی سی، این فرتور یکم رو پیشکش میکنیم به آقایی که نامش هم به درستی گذاشتن هوشنگ تانک احمدی در سفر راهیان نور. همین آقا چند روز پیش هم گفت که آقای رئیسی از من خواسته که من برگردم ایران. آقای رئیسی از من خواستگاری کرده. بله. اینو نشون دادید؟ بله. فرتور شماره دو. ما ببینیم برخی از این پانتورکای حرفه‌ای که بسیار هم جیغ میزنند اینها قبلا چه کاره بودن؟ اینها رو ما با شما در میون بگذاریم شما ببینید دیگه. حالا یکی دیگه شون هم هست به نام احمد هاشمی که یه سوگلی هم بوده، بسیار هم دوستش داشتن در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عربی. کدوان یه بخشایی از اون رو میخونید، بخشای آغازین و پایانیشو. نامش هم به نام آقای چهرگانی منتظر که چند سالی شده چاغری چهرگانلی و این رو اگه میشه بخونید سپاسگزار میشه. به ویژه اون بخش بالاییش رو یه اعلامیه است که ایشون تو انتخابات میخواسته شرکت کنه، منظورشون وقتی اون نوشته میاد پایینش منظورش اینه که ما اینها ما میخواییم به چهرگانی منتظر رأی بدیم. میشه فرزندان غیرتمند و شجاع شیخ محمد خیابانی و ستارخان و پیروان راستین خمینی کبیر ریده و خامنه ای عظیم
به استاد چهرگاندی منتظر با تخصصا و تجارب زیر. آره اینا رو فقط نخونید، فقط اینو میخواستم که مردم اینو ببینن که